تحقیقات درباره علل برخورد یک ناو جنگی آمریکا با یک کشتی باربری فیلیپینی در آب‌های ساحلی ژاپن وارد مراحل اجرایی شده است. در آن حادثه 7 ملوان آمریکایی کشته شدند. در گزارش‌های خبری از تغییر مسیر ناگهانی و 180 درجه‌ای کشتی باربری فیلیپینی که طول آن 4 برابر ناوشکن آمریکایی است، به عنوان عامل اصلی در برخورد این دو کشتی یاد شده است. اشکان سلطانی گزارش می‌دهد. ارزش ناوشکن موشک انداز فیتزجرالد 1,800,000,000 دلار است. این حادثه دریایی در ساعت 2:30 بامداد روز شنبه و در حالی اتفاق افتاد که اکثر خدمه ناوشکن فیتزجرالد در خواب بودند و دریا سالار جوزف آکوا فرمانده ناوگان هفتم آمریکا میگوید که بسیاری از صدمات وارده به کشتی آمریکایی در تصاویر دیده نمی شود. ضربه شدیدی به بدنه ناوشکن وارد شد، اما بخش اعظم از صدمات وارده زیر خط آب است و در فیلم ها تصاویر دیده نمی شود. مقدار زیادی آب وارد ناوشکن شده بود و خدمه کشتی تلاش زیادی کردند تا آن را روی آب و به صورت شناور نگه دارند تا برای تعمیر به نزدیکترین بندر منتقل شود. این حادثه هنوز تحت بررسی است، اما به گزارش روزنامه واشنگتن پست به نظر می رسد تغییر مسیر ناگهانی و 180 درجه‌ای کشتی باربری ACX کریستال که طول آن 4 برابر ناوشکن فیتزجرالد است، آن هم در آب‌های پر رفت و آمد نزدیک به خلیج توکیو، مسبب اصلی این برخورد دریایی باشد. در حادثه دریایی مشابهی در 5 سال پیش، یک ناوشکن آمریکایی به نام USS پورتر از پهلو با یک تانکر قولاسای ژاپنی به نام اوتوواسان در تنگه هرمز برخورد کرد و تحقیقات بعدی نشان داد که بی‌دقتی و عدم آشنایی خدمه کشتی آمریکایی مسبب اصلی آن برخورد دریایی بود. اشکان سلطانی، صدای آمریکا.